دیندگان عزیز، کلام‌ها و اکرامات خود و همکاران عزیز خود آقای انجیا شریفی و آقای حسام را خدمت شما پیشکش می‌دارم. دیندگان عزیز، ما فعلا خارج از استودیوی پنجره اروپا قرار داریم. این برنامه را خارج از استودیو خدمت شما به طور لایو پیشکش می‌داریم. اگر خدای نخواسته اشکالات در کار ما بود، با بزرگواری خود ما را ببخشیم. ما در کارگاه هنری هنرمند شناخته شده کشور آقای خلیل امیر قرار داریم که امشب خواستیم شما بیننده های عزیز با آقای خلیل امیر با آثارش، با زندگی هنریش بیشتر آشنا شدیم. خب اگر نواقت در ثبت برنامه یا در جریان برنامه رخ میده، با بزرگواری خود ما را ببخشیم، چون ما خارج از استودیو قرار داریم. به هر حال توکل به خداوند. آقای امیر، بسیار زیاد خوش آمدین و پنجره اروپا بسیار زیاد صفا آوردین. زنده باشین. ما میخواستم خدمت بینندگان عزیز سلام و عرض ادب کنم و اولتر از همه سال روان عیسوی را، سال 2015 را برای فرد شما از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال خواهان صحت و صحتمندی شما می باشد و امیدوار هستم که در کشور عزیز ما افغانستان هم سال روان عیسوی هم یک سال صلح و آرامش باشد. بسیار عالی. بیننده عزیز، در مورد آقای خلیل امیر قدر بگویم که اینا تحصیلات عالی دارن، ولی در مورد روی آوردنشان به هنر نقاشی و رسامی بیشتر از یک مقدار از خودشان بشنویم که شما از چه مدت به هنر نقاشی و رسامی روی آوردین و نخستین علاقمندی های شما از کجا آغاز شد؟ معمولا فراموش نشه که قبل از اینکه من به سوال شما جواب بدم، خوش آمدین به کلبه غریبی ما، صفا آوردین، تشکر از شما، از پروگرام خوبتان پنجره اروپا، از تمام کارمندان تلویزیون پیام افغان، از آقای حسام، از آقای شریفی، از تمام دوستان و همکاران ما. شما لطف کردین، صفا آوردین، بسیار زیاد تشکر. سوال من این بود که شما از چه مدت به این طرف با هنر نقاشی و رسامی روی آوردین و نخستین مشابه شما کی بود؟ من در هنر نقاشی اصلا ایتو کدام مکتب را نخوندیم به اصطلاح که مسلکی بوده باشم. من از طفولیت هر تصویر و هر آثار را که می دیدم دقیق نگاه می کردم و در دل من می شیشت و آیسته آیسته یک روزی بود، خب گرچه ما در پروگرام گذشته هم یادآوری کردیم، یک روز یک چیز را کشیدم و مادرم گفت بسیار مقبول کشیدی. بسیار اما آهنگ صدای مادرم تابال برای من مانده، اما تنین میگرد این الهام شما، اما الهام را که مادرم گفت که بسیار مقبول است بچیم، اما آهنگ تابال در ذهن من است. البته ما در یک خانواده تقریبا هنرمند بزرگ شدیم. برادر بزرگ ما روان شاد باشه، اون شاعر بود، ببرک بیوست، اون بعضی شعرها رو به خواننده رادیوی او وقت افغانستان میداد. بعدا یک برادر دیگه خب کبیر امیر برادر دیگه است که ایشان در اینجا تشریف داره، او در مورد آرتوگرافی که خطاطی و اینا مصروف است و اون یک وقت مسئول آرتوگرافی که مجله سبا اون بود. یک برادر دیگه ایم است، اون حال فعلا جنرال متقاعد است، اون از این نقاشای ای که در میدان هوایی کابل اگر شما متوجه شده باشه بله اون نقاشی میکرد. بله خب البته ما به بیننده های عزیز پاسخ میگیم، ولی یک مقدار وقتی که سوالات ما خب
ما تقریبا همون جایی که من گفتم در خانوانده هنرمند ما بزرگ شدیم و ایت کدام مکتب رو گفتم نخواندیم، ولی مهاجرت این مرحله اساسی که در زندگی ما که مرا تکان داد به می نقاشی که رو بیارم، این حالت مهاجرت بود. بسیار خوب. که ما اینمی حالت مهاجرت بودن ما امی خود ما برای ما یک نستلگی داد. نه. دوری از وطن، دوری از کشور، این جنگ ها، این پرابلم ها، این وحشت اینا را که مرمی دیدم داد، این خود از این برای ما یک انگیزه می داد، سوژه برتان می داد، یک سوژه می داد، یک ایده می داد. فلحاظ هم ما نظر به اون مصروفیت های خوب در زندگی دارم، زیاد مصروفیت دارم، ولی تانسته که یک مقدار در امی نقاشی کار. امیدوار هستم که آقای شریفی هم از داخل استودیو رست های مقبول شما را که در دست دارن هم در خلال صحبت های ما به نشر برسانند و آقای احسان همیجه در استودیو قرار دارن. باشان جان پسر ما امشب همکاری کردن، همکار از این برنامه هستن. خب دین یک مقدار از در حقیقتی را چه اسم برشان بگذاریم، یک خانه کار شما بگویم یا یک ورکشاپ بگویم. خب دین که یک مقدار برکت شدیم و شاین جان بیا تو هم بیداریم اکتار سایی کنیم بیا. خب بینیدهای عزیز، ما فیلن در منزل آقای امیر قرار داریم و آقای احسام هم که طبله های مخلوم شانشان میده. از بیایی که از این طرف آغاز کنیم، از نزدیک با آقای احسام و در مورد طبله های خود کم صحبت کنیم برای بینیدهای عزیز ما، مثلا در مورد عزیز آبا. من این طبله رو در پروگرام تبدیل به شما نشان دارم. این طبله رو من اسمیشم مادم قوم و حج رفت در کجای کجای اینجا من میخواستم قبل از این موضوع که من در مورد تصالی بودم میکروفون و ببخشیم میکروفون فراموشی ما شده که میکروفون آقای سان بده آفر آنه. خب دیدای عزیز یک بار دیگه تکرار میکنم، یک بار دیگه ما فعلا در کنار آقای خلیل امیر قرار داریم در کارگاه مخصوصشان که تازه گشایش یافتند. گشایششان البته همین شب بود. خواستم یک مقدار در مورد رسمایشان صحبت کنیم. آواز داریم آقای سام؟ خب بفرمایید آقای. این تصویر خب من قبل از اینکه من در مورد آثار و تصاویر تو که صحبت کنم میخواستم یک نقطه رو بر شما عرض کنم که اگر من این تصاویر یک نام بگذارم و یا تب بتونم و بر شما یک نقل بتونم فراحال شما ایده شما لوکال شد. بله محصرش بانوک و ایدیه که شما برای ولی خود بیننده اگر شما لطفا یک نظر دقیق شدیم در هر تصاویر و در آثار ما شما میتونین یک چیزی را پیدا کنین، یک چیزی را پیدا کنین، یک چیزی که گم شده پیدا کنین، یک مطلب را پیدا کنین. بسیم در این مورد اگر شما دقیق شدیم بیدونین ما اینجا از نظر شما نمیتونم نظر ما در اون حالت ما هورا را رسم کردیم. بله هورا مثلا میکروفون کمی نزدیک تر بگیرم. خب در همینجا آقای امیر خوش میشم که اگر در مورد رنگ های مخصوص شما استفاده کردیم یک مقدار ویژگی های رسم هایتان صحبت کنیم بهتر است. رنگ خوب برای شما شاید معلوم باشه که سه رنگ از فلیست این برطبیعت که رنگ زرد است ساخص آبی است. این از این آبی یک جای کنیم شما سخت میشه. و میخواستم بگم که اصلا ترکیب رنگ هم مطلب محول شما پسند کردیم از فلیت از برادر بزرگ من معلوم کردیم. خب میتونین آقای سام کرد نزدیکتر شاید که رفتی دیگران بگیریم بکسر باشه. بله خب ببخشین آقای امید. خب
این من مثلا توی سرطان میشه مانده سرطان برای در سوی دسته در در سینه خانم ها متاسفانه قرار میشه سرطان سینه خب آقای احسان داریم رسمه را داریم شما خب اگر چه از پس دوباره میشینیم به جای خود میشینیم باز دوباره پس میگیم درست هست آقای ایسان؟ خب بیاییم خط پس دوباره بیجه میشینیم شاید جا تشکر بسیار زیاد از خود فردش سلام رسیم خب بین ادای عزیز ما در آغاز برنامه هم گفتم که ما در فضای آزاد در فضای آزاد هستیم در خارج از استودیو قرار داریم و اگر اشکال ما در ساوند و بعض مسائل داشته باشیم به بزرگواری خود ما را ببخشید. خب آقای امیر یک مقدار تصاویر شما دارین پیش خود میتونین که در مورد این تصاویرتان صحبت کنین؟ خب من مثلا این تصویر اگر آقای ایسان شما لطف کنین این تصویر اگر کم نزدیک بسازیم بله یک کم اگر نزدیک خب میاد تصویر میاد بفرمایید شما صحبت کن در موردش ببینیم این دیدگاه شما را مثلا ما مکدونالدز کار کردیم و کولاس این که یک حالت را که ما در این تصویر کار کردیم یا این تصویر شما ببینید طفل که تولد میشه او هم فریاد میزنه اینجا ما طفل کار کردیم و وقتی که میمیره هم فریاد خود میزنه میتونید همیشه بالا بذارین و ترتیب نشان بدین در هر تصویر که اگر من برای شما بینید دران عزیز تشریح بدم کمی بگذاره نیشه که دیده شما حتی خب فقط یک توضیح کوچک اگر بدین اینا اسمشه گذاشتیم سقوط من. و برای شما معلوم است بینید دران عزیز که خود سید علامه عشق است بخاطر عشق انسان سقوط میکنه از بین میره این هم این تصویر ما در موردش هیچ تفسیری نمی کنم شما خودتان می فهمید که خانم اینم دو مرحله را ما کار کردیم مرحله مدرن و قبلن این هم ما از مارا را اگر متوجه شده باشین اینجا از مارا برای از این کار اینم انسان است که با پیشرفت و ترقی خود آسمان ها و کائنات را تسخیر می کند ما چادری را کار کردیم و با لونگی اینجا می دهیم خیاب خانوم است که در حالت پیری و فکر زندگی جوانی خود است اینم یک حالت است که خود مار حلامه عشق است و نفرت اینم اسمش ما اولی ماندیم یک نزدیکر بگم بله این در آبانوف در مرکز ریل در هامبورگ هی همیش در اونجا بیر میخوره و بله اینو ببینین اینجا
همهشان بیرسوی و بعدن در پشتر شما می این هم همچنان آقای قایم بسیار زیاد است ولی خب بازم با خلال برنامه کفایت میکنم بله اینجا اجازه بتیم که بازم سوال دیگه مطرح میشه بفرمایید در محور و این بسیار خوب هم هست در محور رسامی های شما انسان واقع هست و بیشتر از طبیعت که شما با انسان و اندیشه های انسان و طرز تفکر انسان و غم و شادی و اندوی انسان بیشتر پرداختیم و این کار بسیار نیک است. بازم این سبک که شما به این پرداختین در یک مقدار اگر بسیار کوتاه در مورد پیشینی امی خود آثار رسامی و نقاشی که به چه شکل اشکال تاریخی رئیس برای نموده و بعد از او در مورد سبک خود کمی صحبت کنید خوش میشود. برای شما معلوم است که نقاشی و مجسمه سازی پیشینه خیلی دیرینه دارند. بله. یعنی که حتی ما میدونیم که مجسمه سازی و نقاشی در عصر هوموساپیا و نیاندرتالینه که در اروپا بود، یعنی 100,000 سال قبل یا 150,000 سال قبل هم میتونیم که علایمی که از عفریت پیدا شده میتونیم که این هنر نقاشی و مجسمه سازی بگیم که قدامت تاریخی خیلی پیشینه دارد. و ما اگر مجسمه سازی و کلن هنر در پنج دوره اگر تقسیم کنیم، دوره اولش دوره استایی است، دوره دومش دوره هنر رنسانس است، دوره سومش قرن 16 و 18 است و بعدن این هنر مدرن است و بعدن این هنر امروزی. که قدیمی ترین مجسمه که تا حال پیدا شده به نام وینوس فون ویلدور اینجا ما بر شما نشان میدم که قدامت تاریخیش اگر شما آقای ایسام لطف کنه میره از نزدیک نشان میده قدامت تاریخی از این از 30,000 الی 35,000 سال قبل از میلاد میرسه. این در 30,000 الی 35,000 قبل از میلاد، یعنی که تقریبا 30,000 در حدود 40,000 بگیره میشه، 40,000 سال قبل از اوتیش پیدا شده. بعد اگر ما بریم در ایگیپت یا مصر قدیم ببینید شما این پارامیدهایی را که اینا با شهکاریهایی را که کردن اینا واقعا دستان طلایی داشتن و انسانهایی که پارامیده را درست کردن یا اهرام مصر. مثلا اگر شما تشریف برین در لوکسور اونجا ببینید قبرستان های توتانخامون فرعون آخری مصر، شما ببینید قصر خچاپسوت یگانه خدای زن که بود در لوکسور، نام یکی از عجایبات است. بعدا ما آهسته آهسته اگر بیاییم طرف کشور خود در وقت باختریان یونان باختری افغانستان هم هنر مجسمه سازی و نقاشی بسیار پیشینه درخشانی داشته، یعنی ای که افریاتی که در آی خانم در تلاتپه در کاپیسا در بگرام در بعض جاهای نقاط دیگه افغانستان که شده این نشاندهنده عزیز که راستی واقعا دست والا و دست بالایی داشتن افغانای وقت ما. من تلاتپه را گفتم، در تلاتپه در یکی از قبرستان ها یک سنگ افر کردن و پیدا کردن که در اون سنگ ما دور رایی کنم یک مطلب نوشته کرده بودن که ما میخواستم میره خدمت دارم. در اون سنگ نوشته است در طفولیت خوب تربیه گیر، در طفولیت خوب تربیه گیر، در جوانی خواهشای خود را اداره کن. خوب در این سنگ قبرستان نوشته است در پخته سالی
خوب کار کن، در پخت سالی خوب کار کن، در پیری ناسی خوب باش، و در روزهای واپسین زندگانی بدان که چگونه بدون افسوس بمیری. این واقعا یک هنر است که در اینجا هم کندکاری بسیار زیبا شده و هم با یک نوشته یونان باختری که با اون الفاظ چیز بوده نوشته شده. بعد در دوره کوشانیان بر شما بهتر معلوم است که عصر قرون اولی میلادی اونا از شهکارهای و عجایب دنیا بوت بامیان است. که متاسفانه دشمنای افغانستان رو از بین بردن و تخریب کردن. و بعد آهسته آهسته میاییم به هنر قرن 15 و قرن 14 که استادان مثل داوینچی، میکلانجلو، اینا شهکاری هایی که کردن واقعا شگفت‌انگیز است. مثلا همین خود لبخند مونالیزا را تابال اسرار زیر هیچ کس نمیفهمد. هر کس به نوعی تعبیر میکنه، هر کس به نوعی تعبیر میکنه. مثلا این میکلانجلو 30 سال به ماهی شکل افتیده، اون سقف اون کلیسای که در واتیکان قرار داره در 30 سال این نقاشی ها رکن. بعدا آیست آیست که به این در نقاشی های معاصر وانگوگ آلبانی یا وانخو یا هم از نقاشی های خیلی خیلی عالی است. زلوادور دلی مثلا، اینا همه شان به خدمات شان میکنم. بندای عزیز باید تذکر بتم که او ایده از همه بندای عزیز، ولی علال خصوص و کسانی که در زمینه صاحب نظر هستند، خودشان رسام هستند، نقاش هستند و سوالات ویژه دارم، تلفن لایف ما هم در خدمتشان است. میتونن با شماره تلفنی که در پرده تلویزیون میبینن و شماره خانه استودیو تماس بگیرن و سوالایی را که از آقای امیر داشته باشن، سوالای ویژه داشته باشن، میتونن سوالات خود را مطرح کنن. به هر صورت آقای امیر، اما یک مقدارم بازم بیشتر در مورد سبک و روش خوب بیاییم بینیدارم روی خط داشته باشیم که اونا چیز پرسشایی دارم. بلی بفرمایید، شما روی خط هستین؟ بلی؟ بفرمایید روی خط هستین؟ باید این میکروفون هم دیگه نزدیک بگیرم. خب یک مقداری اشکالاتی هست در کار. خب ما تلفن ها رو بر شما میگرم آقای امید. سوال من این بود که بازم در مورد سبک خود با ای که ایدیار شما چگونه میگیرین، چگونه سوژه ها برتان پیدا میشه، یک مقدار مشخصتر در مورد کارهای خود صحبت کنین و تلفن ها رو من کارهای ما، آثار ما آمیخته سبک ها یا مکاتب دیگه است. مثلا سوریالیسم است در اینجا آمیخته شده، کوبیسم است در اینجا، در اینجا ابسترکت وجود داره، در اینجا کاریکاتور است و میناتوریست و سبکی که خود ما با این سبکا یک جای کردیم و یک فشرده، یک آمیخته از این حالت آوردیم، از این مکتب آوردیم کار خود. و این کارهایی را که میبینین، این ناخودآگاه این انگیزه برای ما دست میده. بله، من پیش از پیش در مورد کارهای خود مثل نقاش های دیگه چیدم، مثل که پاول کلی در اینجا یک جای میگه، من او رو خواندیم، تنها با تصویر کشیدن ساده آن چی میبینیم کافی نیست، بلکه آن چی از نهان دیده میشود باید با تصویر کشید. من چیزایی را که میکشم کلش از داخل ماست، از رنج ماست، از درد ماست. من از امو حتی بعض وقت خواب که میبینم، خوابای خودم از صبحش یک مقدار کش میکنم که به تصویر بکشم. این تمام رویاهای ماست، از انگیزهای ماست. ولی در زمینه شما حالا که خودتان هم استاد شدین، اما استاد هم داشتین، رهنمای هم داشتین، شما را بیشتر در ایراب رهنمایی کرده باشه، اونا مشابق شما بوده باشه، اینا یا همه کارا را به تنهایی پیش میبرید؟
اون جایی که من پیشتر گفتم ترکیب رنگارا از برادر بزرگم یاد گرفتم، ولی در مورد از این که برای من کسی راهنمایی کرده باشه اینجا دوستای من زیاد است نباشه، کسی نبوده، یعنی که من آناتومی نخوندم، آناتومی را نمیفهم، تکنیک نقاشی را نمیفهم، نخوندم، ولی تا اندازه کوشش کردیم که یک مقدار اما تناسب مراعات کنم، یعنی آناتومی را در نقاشی خود مراعات کنم. ببینید شما دستاری که من کار میکنم شکل مکتب خودم است. اونجا اگر شما ببینید بفهمید بیشتر رسم خود توضیح بدید. منظور شما از کدام هست؟ اینجا اگر آقای احسان شما لطف کنه این ببینید دستای از یک حالت دیگه را داره، یعنی شکل آناتومی اینجا تصویر دار دیده کنم ببینید؟ بله شکل آناتومی انسان تو نداره، این یک سبک خودم است، نواوری خودم است، ولی تناسب ما در اینجا اگر نقاشان عزیز ما رو میبینن اگر ببینن ما تناسب مراعات کردیم در اینجا یا مثلا میتونیم آقای احسان که میتونیم آقای احسان یا کم شما میتونیم ندیکن باید آقای احسان نبینیم اینجا ما دستان از یاد میکنیم حالت آناتومی وجود نداره ولی تناسب ما مراحت کردیم. خب چرا نمیشه آقای احسان نمیتونیم کم بیشتر نیست؟ اینجا ببینیم دستار دستا هم دستای عادی انسان باره نیست ولی همی سبک و یا مکتب خودم است. اینجا اگر لطف کنیم آقای احسان میگردیم چرا شکنم یک مرتب ببینیم دستا اینجا آمده یک دختر است که در پروگرام قبلی هم گفتم در رادیو بی بی سی شنیدم که سنگسار کردن و دفعتاً امی انگیزه برای من پیدا شد. ببینیم در پشتش آیاهویی که کردن و این پدر و مادرش از اینا اینجا کرد. اینجا میبینیم معذرت میخوام این یک خانوم است که در شهر کابل جدفته معلوم بشه بینن نوی عزیز خب آقای احسان میتونید شما کل استودیوم هم تصاویر شکل میگیرین؟ اگر شما میتونید چی میگیرین؟ یعنی که من میخواستم بگم که در مورد خب بفهم بین بین طرف مدیر اسما هم آقای احسان که همه پیش بینیم چه فرق نزد باقید نمیشه خیلی شو حتی چیز این را بگیرین این رسم های ما این رسم بران غیبت ماندیم که تا آخرین مرحله زندگی هم انسان ها غیبت میکنن، یعنی سخن چینی میکنن. این از کارهای سبک خیلی قدیمی است. تقریبا میگم که 15 یا 20 سال قبل در هامبورگ مکار کرده بود. و اون تصویر با اینا که شما نشان دادید؟ این تصویر تصویر شهری های ماست که بیش خودشی نمی کنه بیش اما مسلکی هست یک مقدار اگر در مورد رنگ های از این تابلو صحبت کنیم که کدام رنگ ها رو شد ستاره کنیم سنگ های است که ابسترکت گفتن همیشه به خاطر که شکل داره خود ابسترکت وقتی که شکل یا فرم طبیعی در وجود در او باشه او ابسترکت گفته نمیشه. اینجا رو ما میتونیم یک نامش بگیریم که ابسترکت باشه ولی رنگای حاوی و سفید آقای احسان موارد است میفهمند که خب ای از کارهای خیلی سابقه است که از جالب نیسته ولی نقص خود داره. ما اینجا ببینیم خشونت در مقابل زن در کل دنیا کار کرده یک تصویر از خشونت در مقابل
زن بود که در ذهن ما آمد، این کنار شما چی تعبیر میکنه؟ بسیار خیلی به تابلو نشان دادی؟ تابلو پاره؟ بیرام نشان داره یک بار دیگه توضیح میتونی جالب باید میشه به توضیح نمی خواهیم خب پاشا خود از یه آشکار است آشکار است درست آقای احسان؟ خب دیزدهای عزیز امیدوار هستیم که شما هم علاقه بگیریم و اون احمد فران نقاش خدا که اینا یک گونه رو بسار با والاست هم تشویق کنیم در مورد زندگیشان در مورد رسمایشان سوالات داشته باشین. فکر میکنم همه هم مصروف سیاست هستن، امشب کابینه هم اعلان شده درست خبر داریم، ولی اگر شما سوالات ویژه داشته باشین لطفاً به شماره تلفن 0049-464-3968 تماس بگیریم و سوالات ویژه خود از آقای خلیل امیر که با وجود از این که اینا مهاجر هستن و در عالم غربت و بیوطنی به سر میبرن اما یک کار بسیار عظیم و یک کار بسیار بزرگ پیش میبرن، در مورد حتما شما در مورد کارهایشان زندگیشان سوالات دارید. ببین اول همین همیشه به استفاده باشید. خب اول از کجا بگیریم؟ تلفن از شما سک از رخ شما ابتدا ابتدا اینو بگیریم بعد بلند آواز دیجه میشه. بله 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 میفرمایید شما روی خط هستید. سلام علیکم. سلام سر بسیار زیاد خوش آمدید. اولین بیننده را داریم. فاروق نجیب هستم. آقای نجیب چقدر اقتصادت نیک، یک خودشان هم یک هنرمند و مثل شما رسام و یک نقاش و یک کسی که بیشتر از درد دل شما میاد. آقای نجیب بفرمایید چه سوالی داشتین شما؟ شما نماشون بله شما دیدین از ما را دید خوشای رفیق عزیزم بسیار خوشم آمد، بسیار خوب کار کرده. بله آواز تنها نشنوید. بله چرا اینا ریالیزم و یا امپرسیونیزم کار میکنن که تنها کوبیزم و سیدیالیزم و ابسترکت کار میکنن؟ خب نه شما پاسخ خود از خود آقای امیر بشنوید. بسیار زیاد تشکر آقای نجیب. من شما را دو هفته قبل ملاقات کردم در اون نمایشگاهی که داشتیم. بسیار زیاد تشکر از سوالی که کردیم، ولی ما قبلا اگر متوجه شده باشیم ما ریالیزم چرا کار نمیکنم؟ به خاطر از اینکه ریالیزم وقتی که ما یک درخت زیبا رو میبینم او درخت زیبایی خود داره، او رو کل این میفهمم، ولی در ذهن ما و در رویاهای ما چیزی که میایم ما او را از چیزی که ضرب آهنگ درونی خود اما تفشای قلب خود ما کار میکنم. فرهاد اینا کلش چیز است، یک فانتازی است به اصطلاح. بفرمایید شما چی نظر داشتیم؟ بفرمایید آقای عزیز شما شنیدین پاسخ آقای خلیل امیر؟ خلیل امیر بله خب مورد قناعت شما واقع شد؟ بله تشکر. تشکر بسیار تشکر از شما همچنان. خب متاسفانه ما اول از چی بخیرم فکر میکنم اشتباه کردم. بله سلام بیو جان بسیار زد خوش آمدین دوست کردین میروان. بله اما از امریکا کم بزن من میخواستم از دوی آقا پشتان کنم امی زیادتر از مایشان که فکر میکنم زیادتر به مسئله سنسار اینطورا بود اما کلگیش لباس نداشتی نمیاد اشتباه نشد از پیشم؟ اینا در شما پاسخ میگن بفرمایین آقای امی. اگر متوجه شده باشیم سنسار امی تابلوی رو که سنسار است این چرا سنسار میکنن؟ به خاطر از این که خب مسئله چیز است زناست. من جواب را نگرفتم. شما یک کمک فاصله ایجاد میشه اونا صحبت میکنن بدون لباسی علامی عزیز که اون خانوم مثلا در حالت زنا شهادت دادن و اون را سنسار کردن، یعنی این مانا میده که او در حالت چیز است بدون لباس گرفتن شده دیگر باید اون تیم حالت داره ما اون تیم حالت چیز کردیم تقسیم کردیم این که اینا شما چی قسم تعبیر میکنه
اون شخص شما میتونید که در این مورد یه چیز داشته باشید. تشکر بسیار لطف داری که زنگ زدین و تماس گرفتین. خب ما فقط تکنیکی وجود داره. بله چون زنگ زیاد میاد فقط همین ما میتونیم یه عهد تلفن جدا جدا بگیریم در استودیو چون نیستیم. بله بیندی عزیز بفرمایید شما رو خط هستیم. بله سلام استاد بفرمایید. خدا معرفی کنیم. بله ما اول از شما بسیار تشکر میکنم و از همکاران شما که هنرمندان چیره دست به نمایش میگذارین آثارشان و آثار آقای امیران بسیار تقدیر میکنم. تشکر از شما فوق العاده زیاد میکنم و از دستان هنرمند آقای امیر که این رسامی های قشنگ به نمایش گذاشته و بسیار از شما تشکر. تشکر از شما. فقط یک تشکر خود از شما علی و نرمند چیره دست ابراز دارم. بسیار تشکر از شما. بسیار از تشکر کنم. تشکر بسیار دارم. واقعا به این دارید ما در آغاز برنامه گفتیم که ما خارج از استودیو قرار داریم و در منزل آقای امیر هستیم. بله مایک ما آن است. مایک ما آن است. بله. و البته که ما اشکالات تکنیکی داریم متاسفانه گاهی شاید ارتباط درست برقرار نباشه ولی با بزرگواری خود ما را ببخشید. در آینده ما تلاش داریم که نواقص ما رفع شود. در حال اگر آقای شریفی فعلا میخوان اون را ترا پخش کنن هم آماده بسازن چون متاسفانه ما ارتباط با استودیو نداریم. بله فرمایید شما رو خط هستین. بله سلام سر بسیار لطف خوش آمدین خواهر معرفی کنین. خوش باشید قربانشون قدرین مثال برمت آدم شما را شهر نظر قبول بازید مجوی تلوسان برادر بزرگ و مجم اگه سلام میگه شما را سلام به شما سلام به همه رفقای شما. تشکر تشکر زنده باشین. از دلیل برنامه زبان شما برای کنشان سلام میکنم. بسیار به تشکر از اینکه در این پروگرامایی که درست میکنی که آقای مثلا نمازدار و کسایی که مثلا در باری سابقان به این چیزا گفت میزنن حالا این برادر پیشتر از این سوال کردن که تو چرا مثلا در سابقه چیز نمیکنی و میشه شما در آینده اون شب شاید چیزی هم سعید میکنی. تشکر از خودتان از این تشکر زنده باشین. ما از آقای شریفی خواهش میکنم اگر اعلانات دارن بتونن پخش کنن. آقای سام ما دوباره بر جای خود نشینیم و تلفن ها را میگیریم. بفرمایید شما زنده باشین. بسیار زنده تشکر. خب امان گونه که مرکز خدمات پرستاری آریانا همیشه در قسمت پرستاری مراقبت و نوآوری در عرصه خدمات وقایوی و مراقبتی در مقام برتر قرار داشته است و با سابقان آقای خلیل امیر نقاش و رسام چیره دست کشور قرار داریم. خواستیم که امشب یک مقدار با آثار آقای خلیل امیر با زندگی شخصیشان شما بینید های عزیز شما هموطنان عزیز بیشتر آشنا بسازیم. خب آقای امیر خوشبختی به ای است که بیننده های عزیز ما هم علاقه گرفتن و سوالات از شما داشتن. تا ای که یک زنگ دیگر بیاید البته من کل سوالات رو نمیخوام خودم از شما داشته باشم ولی میخوام بپرسم که در ماه اشتراک کردین و از آثار شما استقبال و عمل آمده در نمایشگاه های خاص داشتیم. من در آهنبورگ بخصوص دو یا سه نمایشگاهی داشتم. یکی دوتاش برای خود افغانهای ما بوده و یکی دوتاش برای آلمان ها و برای دیگه خارجی ها بود. در افغانستان هم یک نمایشگاه ورد داشتم و یک انترویوی در تلویزیون ملی با همراه من شده. در بعض مجلات افغانی هم کارهای من چیزه سکر ثبت شده و در بعضی کتاب ها هم کارهای مرا گرفتن. روابط شما با آلمان ها و دیگر خارجی هایی درشته کار میکنند؟ خوشبختانه در امی هفته قبلی یک انترویو گرفتن از ما از یکی از مجلات آلمانی در برلین. بله.
اونا همی کارای من خوششان آمدن، سیستم من، سبک من خوششان آمدن. دیگه در آینده نزدیک امکان دارد در کدام مجله چاپ شود برای ما چیز میکنم. بسیار خوب، برای شما ما فقط آرزو میکنیم. واقعا کارای شما بسیار زیاد ارزشمند است، ولی بازم خوش میشم که در شهر هامبورگ نام خدا تعداده امسکای شما زیاد است. آقای تیمورشاه فاروق هستند، آقای جان امینی است، آقای امینی نجیب، آقای عارف نجیب است، عارف نجیب، آقای عارف نجیب. و شما در پورتریت؟ ما پورتریت هست قبلا کار میکردم، ولی همون جایی که گفتم اصلا ما با ریالیزم، با پورتریت، با نقاشی و با تصاویر. اینجا اگر شما اگر خود با احسان هم کاری میکنن میتونیم همین چی را اگر چی میشه با خود بگیریم در بعض رسمان. این ریالیزم هست. خب آقای همین شما میتونین آزادانه رسمتان هم نشان بتین؟ نه میتونین. ریالیزم است مثلا. این بله طبیعت هست که حال ما دیگه علاقمندی با پورتریت و با سبک ریالیزم ندارم. دلیلش چی هست؟ گفتم بیشتر معلم گفتم که ما تمام این انگیزه ها، همی وحشت. ببینید در زندگی انسان دو حالت هست، خوب خراب، شب روز، عشق نفرت. همی که ما شما نفس میکشیم خود از این یک عظمت هست و یک قوت دیگه است که همی نفس پس دوباره میکشه. بله که او را همین نفس عظمت بله و پس دوباره دفاع میده. بله در فلحاظا بله ما بله خب بخونم فلحاظا ما بیشتر که گفتم که ما کار نمی کنم پورتریت و ریالیزم. فقط اینمی دو حالت است این که برای ما دست میده، نفرت است، دوستی است، شب است، روز است. اگر شما در تابلوهای پیش رو ببینین اون شب است، روز است. اما اینا اینمی انگیزه های درونیم است، این تپش های درونیم است که ما کار میکنم. ولی حاضا ما علاقه در حقیقت خودم یه هم یک با پورتریت به اینا ندارم. جبتر دوستا خواهش میکنم که به پورتریت کار کنم، ولی یک مقدار میتونم در مورد کاریکاتور علاقه مندی دارم، ولی او رام خب ما اشکالات داریم در قسمت عزیزی که همه تصاویر نشان بدیم، ولی بازم آقای اسلام اگر شما هم کاری کنیم بعد از تصاویر بسیار زیبایی جمانده خب بینی دارا داشته باشیم. بله فرمایید خود معرفی کنیم. آمدشاستم از آنبورد آقای آریان سلام هستیم. بسیار در خوش آمدید آمدشا جان به پنجره اروپا. بفرمایید. تشکر میکنم از پروگرامش و از شما که همه شنوندهای ما رو تشویق میکنید و فردی تشویق میکشانید. واقعا قابل افتخار هستند و واقعا تصاویری کشتن برای ما بسیار زیاد قابل افتخار هستند. تشکر بسیار. تشکر. سوال مخصوص هم داشتین هاتشون؟ تشکر آمدشا جان، لطف کردین شما از حسن نظرتان. تشکر. خب یک چند تصویر هم که در اینجا داریم که آقای اسلام حتما گرفتن. این تصویر اگرچه ما کار نکردیم، اینجا خانمم کار کرده. بله و اونجا چیز ای کاپیست. کاپیست ای را ما در موردش تشته میکنم. این فریاد ادوارد مونش است. ادوارد مونش شاید شما بینیدار یزید شاید بشناسن، یک نقاش نرویجی بود که در این تصویر تقریبا در تا حال 3 نفر 4 نفر خود کشته. همین تصویر که میبینید یک وحشت برشان دست میده. این تصویر مرگ است، چیر میدنن. این ادوارد مونش کار کرده. یکی از داستانهای بسیار جالب وان گوک به یاد آمد. آقای آریان وان گوک. بله وان گوک زیاد آدم غریب و بیچاره بود. بله نقاش بود که در عمر خود در صحبت شما کم مزاحمت میکنه. خواهش میکنم تا جای داشته باشین حرف فرما.
بله بفرمایید، شما رو خط هستین، خود معرفی کنیم. سلام علیکم، باز عارف نجیب هستم. آقای نجیب بسیار دست خوش آمدین، اگر قطع شده باشین ببخشین چون سیستم یک مقدار اشکالات داره. بفرمایید چی سوال داشتین؟ سوال ما ایست که مثلا از ریالیزم سوال امپرسیونیزم هم در پالیش گفتم. بله. چرا امپرسیونیزم کار نمیکنن؟ چون سبک خود نظر ما ایست که اگر بله. دمی کارهای رسامی خود روش امپرسیونیزم با کار بگیرن، رنگایی که در امپرسیونیزم کار میشه با کار میبرن زیادتر جالب میشه. بله. من استاد گرامی، من از اون جایی که گفتم علاقمندی به هیچ از سبکای دیگه ندارم. من فقط همین چند سبکی را که گفتم، یکی سوریالیسم است و ابسترکت است یا انتزاعی و کاریکاتور و میناتوریست که ما اصلا در این سبکای دیگه هیچ از علاقمندی ندارم. من نمیخوام که موضوع درست همی جوابشان هست. آقای نجیب، چیزی که در ایده ایم هست، چیزی که در انگیزه ایم هست. تشکر آقای اسام. من فکر میکنم ما 20 دقیقه داریم، ما هنوز نو گرم آمده اینجا. 20 فرد آمد، کنو سرد آمد، سرد آمد، یک مقدار فرد آمد، ما هنوز نو گرم آمده. شما میگید که چند دقیقه مونده؟ دو دقیقه. نه یه چند وقتی گفته ساروانی مذاق هست. یک دقیقه دیگه ما نو تازه سره گرد زدن آمدیم. من میخواستم در مورد وانگوگ یک قصده اگر بسیارم جالب بود، ولی وقت یاری نمی کنم. او بیچاره در زندگی خود بسیار غریب بود، بیچاره بود و مریض شد و رفت پیش دکتر. بعد از تداوی خب هم فیس دکتر را نداشت. دکتر را گفت که یک تابلوی مسته که میره ببرد به جای فیس برد میدون. شقدر جالب. اون دکتر دید یک تابلوی قدر خوب نبود. اما خانوم و نرس گفت که در دلیز جای نیست، برو در این تشناب در یک جای اگر ریزانش کنیم. این وانگو بعد از این که میموره و خودکشی میکنه و خب قبل از این خوب گوش خدا میده بود یک آدمی که تکلیف روانی داشت. نقاش داری بود که تکلیف رو بنده است. بعد از اینکه میموره امی تابلو ازیر در یکی از لیلا لیلا لیلام کردن امی تابلو و کار از اینو قیمتش تقریبا در حدود چند میلیون میگذاره. خب ما با برینده های عزیز یک خداحافظی کنیم. با آقای اسام خدا وقت داریم. خب برینده های عزیز، از شما یک جهان سپاس. بسیار زیاد تشکر. باز هم از تشکر آرزو میکنیم و از بینده های عزیز و از اونهایی که زنگ دادن سوال کردن از شما یک جهان سپاسگزار. وقتی که بلی ما فعلا خوشبختانه امکانات زیر داریم که خارج از استودیو هم در خدمت هموطنهای